خوش آمدین انسان به بخش اخیر برنامه دری لحظات هم بانو ملکه رضایی بانوی فعال با ما هستند که قرار است در مورد راز موفقیت همراهشان بیشتر صحبت هایی را داشته باشیم. اما در آغاز خیلی خوش آمدین به برنامه. خیلی خوش آمدین. تشکر از شما. سلامت باشین. سلام خدمت شما و همه بیننده های تلویزیون شما و خوشحال هستم که امروز در کنار شما هستم. سلامت باشین. یک بار دوگام بانو ملکه خیلی خوش آمدین به برنامه. میشه در شروع در رابطه با فعالیت ها و کارهایتان صحبت بکنم؟ بله، من خودم فارغ تحصیل صنف 12 هستم. امتحان کنکور سپری کرده بودم که نتیجهش هم آمد و در کامپیوتر ساینس ولایت بلخ کامیاب شدم. بسیار عالی. و امروز میخواییم که در مورد راز موفقیت صحبتهایی را داشته باشیم. چی فکر میکنین؟ موفقیت چی هست و چه راز دو نافته است که اگر کشف و ما میتونیم خیلی زودتر برش برسیم؟ ها بله، خب این مهم نیست که ما چند سال ما هست، کجا زندگی میکنیم و یا چه شغلی داریم. یک چیز بین همه انسان ها مشترک هست که او هم تمایل به موفقیت هست. موفقیت به نظر من یعنی هدف گذاری، رسیدن، پلان جور کردن برای آینده، رسیدن به اهداف، رسیدن به چیزهایی که از قبل تعیین شده. و راز موفقیت یعنی که میتونه همین هدف گذاری ما باشه. هدف گذاری و اقدام شجاعانه میتونه که یکی از رازهای موفقیت باشه و همچنان داشتن اعتماد به نفس. این را کل ما میفهمیم که بدون اعتماد به نفس هیچ دستاوردی نمیتونیم داشته باشیم. یکی از لازمه های اول موفقیت اعتماد به نفس میباشه. و در رابطه به راه رسیدن به موفقیت بگویم که در بخاطر رسیدن به موفقیت باید اشتیاق ما به پیروزی بیشتر باشه از ترس ما از شکست. بانو رضایی، از ترس گفتین. من مطمئن هستم وقتی که امتحان کنکورم میدادین ترس و دلهوره زیادی بود پیش شما و تمام دانش آموزانی که رفتن امتحان دادن، ای که آیا کامیاب میشن یا نمیشن، آیا یک سالشان هدر خواهد رفت و اینا مجبور میشن که یک سال دیگه منتظر بانن تا دوباره امتحان بتن. چقدر میتونه که ترس و هراس از این آینده چه اتفاقی میفته مانعی از شوه که ما موفق شیم در زندگی؟ بله، در مورد امتحان کنکور گفتین، برخلاف اما در وقتی که امتحان کنکور در روز امتحان، برخلاف چیزی که قبلا شنیده بودم تعریف از کنکور که بسیار یک تعریف وحشتناک داشتن از کنکور، برعکس بر خودم خیلی راحت بود. چون قدر من امتحان کنکور راحت بودم، راحت سپری کردم که مثلا در امتحان آزمایشی کورسی مقدر راحت نبودم، استرس داشتم. همین اعتماد به نفس این باعث شد تا من امروز به این موفقیت به دانشکده دلخواهم را پیدا کنم. و به نظر من ترس یا شکست یکی از موانعی هست که باعث ترس موانعی است که ما را نمیمانه که به موفقیت برسیم. به نظر من شکست یک فرصتی است برای شروع دوباره تا ما این بار بتونیم هوشمندانه تر عمل کنیم نسبت به قبل و موفق شویم. بله، و اینجا تقدیرنامه ای از بانو ملکه هست که میخواییم در موردش خودشان صحبت بکنن که این تقدیرنامه را از کدام فعالیتتان تانستن که بدست بیاریم؟ این انگلیسی، من سیستم 10 ماه انگلیسی خوانده بودم، TMP به نام 10 مانت پروگرام بود، از آموزشگاه ALC فارغ شده بودم در سال 2015 بود. بله، و یک تقدیرنامه‌شان پیش ما هست که همکارای ما میشه تصویرش رو بگیرن. در مورد این تقدیرنامه هم لوح سپاسی است که از طرف مدیر مکتب ما برای ما داده شد به خاطر امیر راه یافتن ما به دانشگاه. لوح سپاسشان است که چند روز پیش ما یک محفل داشتیم در مکتب، به خاطر محفل فراغت ما بوده و اونجا مدیر صاحب برای ما دادن. خب من مطمئن هستم که همه اشخاص و افرادی که میخوان به جایی برسن یا هدفی دارن، طبعا سر راهشان معانی شکل میگیره که اونا را گاهی خود ناامید میسازه و که بالاخره منصرف شوند از هدفی که دارن، یا گاهی اوقات به اندازه ای از او خسته میشن و قدر میگن زیاد شده مانع ها مشکلات که ما دیگه اصلا نمیخوایم که به او برسیم. چی گفتن این داریم به او از افرادی که با کوچکترین شکست و مانع عقب نشینی میکنن؟ ما میخوایم اینو بگویم که درست است کاپیتان، ما امروزه در جامعه امروزی با صدها چالش ها مشکلات روبرو هستیم، میشیم. تحقیر هست، توهین هست، تمسخر هست یا خشونت هست،
اما در کل اینا میتونند دست به دست هم داده مانع شود برای رسیدن به رویاها و آرزوهای ما. اما همه این افکار ماست که برای آینده ما را میسازد، و اگر ما مثبت فکر کنیم، همیشه پلان ریزی داشته باشیم، برنامه مشخص داشته باشیم، به نظر من این میتونه که ما را کمک کنه تا رسیدن برای خواسته های ما یا آرزوهای ما. و همیشه باید در صدد به واقع تبدیل کردن رویاهای ما باشیم. این مهم هست خیلی. بله، نقش خانواده چقدر میتونه مهم باشه به خاطر رسیدن به موفقیت؟ ای که تشویق بکنن و همیشه پشتیبان باشن به فرزندانشون، چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ بله، در مورد خانواده گفتین، خانواده نقش خیلی مهمی رو میتونه داشته باشه. ما در خانواده خودیم، پدرم مادرم بسیار مرا تشویق میکنن به خاطر درسایم و ادامه تحصیلیم، و ما این موفقیت مدیون حمایت پدرجانم و مادرجانم هستم. خانواده میتونه بسیار زیاد نقش داشته باشه، یعنی در خانواده باید تبعیض وجود نداشته باشه بین فرزندان، بین دختر و بچهشان. هم قسمی که برای بچهشان آزادی میتن که برای تحصیلشان، هم قسم برای دخترشان باید آزادی بتن، محدود نسازن. و بسیار میتونه در موفقیت یک شخص خانواده رول داشته باشه. بله، و همیشه که در خیر پیامی از شما داشته باشیم برای کسانی که می لحظه بیننده هستن و تلاش دارن به اینکه بتونن به جایی برسن و به موفقیت دست پیدا کنن. تشکر از شما. و من می خواهم این رو بگویم که همیشه به خاطر رسیدن به خواسته هایشان، آرزوهایشان، هیچ وقت دست نکشن از او چیزی که میخواین یا او رویایی که دارن، او آرزویی که دارن. همیشه تلاش کنند، پشت کار داشته باشن، برنامه ریزی معین داشته باشن و در جهت رسیدن به آرزو و خواسته هایشان، و اعتماد به نفس داشته باشن که یک پوینت خیلی مهم هست در بخش رسیدن به هدف. اعتماد به نفس به نظرم خیلی مهم است و همیشه در صدد به واقع تبدیل کردن آرزوها و رویاهایشان باشن. دقیقا، من از حضورتان در برنامه روی جان در این بخش برنامه نام خودت بسیار زیاد یاد شد. چی فکر میکنید رسیدن به رویای قدر مشکل است؟ به نظر من مشکل هست اما ناممکن نیست. آها، یعنی که میشه، امکان داره. 100%. اتو چیزی نیست که در دنیا ناممکن باشه، ممکن هست. حتی رسیدن برای. ممنون از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه زندگی بودین. امیدوار هستم که از تک تک بخش های برنامه امروز لذت کافی را برده باشین و در بقیه برنامه ها هم ما را همیشه دنبال بکنید. بله، منتظر نظریات، پیشنهادات، هرچه خوبتان به خاطر بهتر ساختن برنامه خودتان هستیم. و در اخیر هم تشکری میکنیم از فروشگاه قیمت شکن به دلیل اسپانسری لباس های برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.